مسئله‌ای که امروز در جامعه وجود دارد، مسئله این است که فقر در جامعه اسلامی پذیرفته شده و کنار فقر فساد هم پذیرفته شده. شما نمیتونید بیاید بگید من به یکی یارا نمیدم، کارا نمیدم، یا یک کیسه میدم در خونه یادم. یعنی من این فقر رو پذیرفتم، نپذیرفتم که این آدم باید زندگیش تغییر کنه، عوض بشه. یادم میاد خانه هایی میرفتم اون 20 سال پیش، من به خانه میرفتم به اون خانواده کمک غذایی میکردم، هر روز غذا میدادم، به بچهش درس میدادم، خیلی کارا میکردم. یک روز به خودم اومدم دیدم اون پدر در اثر این فقر نهادینه پای بچهش چنان سوزونده بود که شب ما رفتیم پای بچهش رو قطع کنیم بیمارستان. هر شب مواد مخدر مصرف میکرد، خونه رو میکرد پاتوق فساد. آقا بیاموزیم یک نهاد امنیتی باید مراقب این باشد و یک روحانی به جایی که مراقب نماز و روزه خودش و دیگران باشه بداند اگر دختر بچه این مورد این آزار ها قرار گرفت. من پاتوقی رو میشتافتم، پدری بود در خونهش رو باز میگم معتاد شده 1500 تومن شبی میگرفت از معتادایی که میخواستن مصرف کنن، کنار زن و بچهش معتاد میورد تو خونه. این معتادا با زن و بچهش جلوی خود بچهش تجاوز میکردن. برای رسیدن به یک جامعه ای که بر اساس حق و حقیقت باشه، آدم ها باید با رشادت بدون ترس حقیقت رو بگن. حقیقت برای همه خوبه، حتی برای کسی که حق رو ناحق میکنه. حقیقت برای اون کسی که حق رو ناحق میکنه اتفاقا از همه بهتره، چون کسی که حق رو ناحق میکنه داره بیشتر به خودش ضرر میزنه، چون در سمتی ایستاده که داره ظلم میکنه، داره فساد میکنه و داره برای خودش بحران ایجاد میکنه. ما دو جور آدم داریم، یا کسانی هستن که از حقیقت غافل شدن یا ناحقن. خدا کنه شما سمتون آدمایی نباشید که از حقیقت غافل شدید. برای رسیدن به یک جامعه درست باید برای کودکانمون بجنگیم، باید برای زنانمون بجنگیم، باید برای سیستانمون بجنگیم، باید برای خوزستانمون بجنگیم، باید برای آسیب دیدگان کردمون بجنگیم، باید برای جنوب خراسان بجنگیم، باید برای 12 منطقه حاشیه نشین تهرانمون که فوق‌العاده بحران داره بجنگیم، باید بجنگیم، بجنگیم، بجنگیم و فریاد بزنیم و از بسته شدن فریادمون نترسیم، چون آنهایی که فریاد نزدن بچه ها دارن هزینه میدن به خاطر سکوت. ده ها ساعت دارن آزار میکشن در هفته و در ماه، همینطور دارن آزار میکشن. بعضی از بچه ها میگن هر روز به ما تجاوز میشه، بعضی ها میگن ما هفتگی به ما تجاوز میشه. باید بجن ما وقتی سر به خاک میگذاریم مهمه که چه زیستی کرده باشیم. شما یه دانشجو زیست خودتون رو تعریف کنید. اگر میخواید کنار کودک خدا و فرزند خدا باشید، کودکان کلام خدا، کودکان عین قرآن هم، کودکان معصوم هم، مثال معصوم. اگر میخواید کنار کودکان باشید، کنار کودکان باشید. اگر میخواید کنار حزب سیاسی و دستگاه و جریاناتی باشید یا به چیزی به نام ثروت و قدرت که مثل باد میاد و میره از این دست به اون دست میره، اگر میخواید کنار اونها باشید، کنار اونها باشید. خوشا به حال کسانی که زیستشون کنار کودکان بوده و برای حمایت همدلی با کودکان داریم که این کودکان بتونن به رویاها و به زیبایی های زندگیشون برسن. خوشا به حال اونهایی که برای این کار استقامت کردن.